و ایشان گفتن که اگر در اعتکاف ماه رجب در روز 14 رجب که یک کار ضروری پیش میه، حالا نوشته کردن که یک امتحان ضروری پیش اومده برایشان، آیا خروج از مکان اعتکاف که الان فرمودین که نباید از مکان در 3 روز خارج شوه، برای مدت چند ساعت کارش انجام بده و پس بیه، آیا به اعتکاف ضرر میرسانه یا نه؟ خدمت این بیننده عزیز و سایر بینندگان عزیز، ما استعداد داریم که ما را انشاءالله از دعای خیرشان فراموش نمی کنند در ایام اعتکاف. ما بارها گفتیم که ما رساله ای داریم به نام رساله جامع از حضرت آیت الله العظمى سیستانی، جلد یکش موجوده و جلد دویش هنوز در بازار نیامده. حضرت آیت الله العظمى سیستانی در قسمت اعتکاف، اعتکاف جایش بعد از روزه، یعنی بعد از اینکه احکام روزه تمام میشه فورا ایام به اصطلاح احکام اعتکاف در اونجا شروع میشه. در این ایام در به اصطلاح احکام اعتکاف با این صفحه 597 اعتکاف شروع شده، اون رقم که ما قبلش به شما گفتیم، حضرت آیت الله العظمى سیستانی در اعتکاف 9 چیز شرط میدانه. میگه شرط اول تا چهارم، یکی معتکف مسلمان باشه، یکی عاقل باشه، اعتکاف به قصد قربت الله انجام بده و حداقل هم چند روز باشه؟ 3 روز باشه. یعنی بیشتر از 3 روز میتونه باشه چون پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 10 روز آخر ماه رمضان معتکف میشیشتن در مسجد و در تاریخ هست که 1 سال به خاطر جنگ نتونستن پیغمبر اعتکاف کنن که سال دیگه قضا کرد. یعنی به جای 1 دهه چند دهه را معتکف نشست؟ 2 دهه را معتکف نشست. دیگه ای که ما کار داریم و ای دیگه داریم ای گپا با نست های حسینی صاحب، از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم کسی کار زیادتر نداشته و نداره در رأس حکومت. شرط پنجمش گفتم معتکف روزه باید داشته باشه که باید حتما روزه بگیره. شرط ششم و هفتمش گفته اعتکاف در مساجد چارگانه باشه. کنه میگیم مساجد چارگانه یا در مسجد جامع. در بقیه مساجد غیر مسجد جامع اگر باشه، حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند که مشروع بودنش ثابت نشده است. هفتم، اعتکاف با اجازه کسی که اجازه او شرعا معتبر است باشد. خوب. یعنی اگر بچه بدون اجازه پدر، بدون اجازه مادر، و مادرم اینا رو اجازه نده، اجازه داده نمیشه از بابت دلسوزی باشه، نه از بابت چیزهای دیگه، یه جایز نیست. باید اجازه پدر تحصیل کنه، اجازه مادر تحصیل کنه و بعد به اعتکاف بره. و همچنین خانم، چون خروج خانم از منزل بدون اجازه شوهر جایز نیست، بنابراین باید با شوهر خدمتتون عرض کنم که اجازه رو بگیره. شوهرها اجازه میتن، مشکلی در این زمینه نداره، به شرطی که از مسیرش وارد شوه و خانم ها از راهش وارد شوه. بله، زور و زبردستی فایده نداره. اما همین فرش هم خالی که هست، میگه که خواب هم خالی کنم طرف نه، از راه رگ خوابش اگر وارد شوه بسیار کارا میشم. این شرط هشتم بود، گفتیم 9 شرط است، درست است. معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که خروج شرعا جایزه. حالا چند مورد در مسئله 2147 2147 یا به تعبیری بگیم 2147، در مسئله 2147 چند جایی که عذر شرعی انسان میتونه خارج شوه و دوباره چی کنه؟ پس برگرده. این رو میخوانیم دیگه، چون خیلی بله. احتمالاً به همی ایام صادف همی بله پاست. ضرورت هایی که چاره ای به جز انجام آن نیست، مثل تخلی در شوی رفتن و غسل جنابت انجام دادن، غسل استحاضه انجام دادن، وضو گرفتن برای نماز، غسل واجبی اگر برای انسان اتفاق میفته، بعد تشییع جنازه، میشه انسان برای تشییع جنازه بره، تجهیز میت برای خاک سپاری و کفن و دفن میت انسان میتونه خارج شه، عیادت مریض، یک شخصی برادری خواهری کسی از ما مریض شده بله، انسانی که در عین حالی که اعتکاف داره میتونه به عیادت بیمار بره. و حالا یک لطیفه هم اینجا خدمتتون عرض کنم که میگن یک شیخ بیمار ادخال السرور هست، بله، یک شیخ بیمار، شیخ منظور یک عالم دانشمندی، بیمار شد و بعد شاگرداش رفتن به عیادتش، شاگردا که در عیادت رفتن بسیار دیر شیشتن،
تا جایی که بیخی استاد خفه شد، خوللجی کردن استاد خفه شد و انسان ناراحت شد، مریض است. به هر حال وقتی که میخواستن برایان گفتن که استاد عزیز یک دعا دعق ما بکنیم، استاد دستای خودش بالا گفت اللهم علمنا آداب العیاده، خداوند آداب عیادت به ما چی بده؟ تعلیم بده، آموزش بده. ایتون نباشه که پیش بیمار بریم و خلاصه اینقدر بشینیم که بیمار از آمدن ما بیزار شده. بس عیادت مریض نماز جمعه و هر آنچه که ضرورت عرفی به حساب آید. دمی ضرورت عرفی رفرنس زده در خود ازمی؟ بله، اصطلاح رساله. بله، رفرنس زده. رفرنس چی میگن؟ پاورقی دیگه. بله بله، پاورقی زده در اونجا توضیح داده. دمی صفحه 600 خوب است که صفحه شم کاملا روند است. در صفحه 600 پایین پاورقی زدن گفتند بنابراین چنانچه شرکت در امتحانات حوزه، بله، دانشگاه، پانتون یا مدارس مکتب ضرورت عرفی باشد، معتکف می تواند برای آن با رعایت سایر شرایط خروج از محل اعتکاف، با سایر شرایط خروج از محل اعتکاف چی شود؟ خارج شود. ولی نباید مدت خروجش طولانی گردد به گونه ای که صورت اعتکاف از بین بره. مثلا دیگه نصف روز شما بری که دیگه نمیشه، دیگه یک روز ساعتی سه ساعت انسان میره. خودش گفته به طور مثال اگر یک روز از ایام اعتکاف تا حدود 2 ساعت برای امتحان خارج شود اشکالی نداره. این پرونده اعتکاف ما بستیم و انشالله اونایی که اگر یک وقت ما رو میبینن، به هر حال ممکنه ببینن، صدای ما رو بشنوه، دعا بکنن ما رو.